امروز می‌خواستیم در مورد اینهریتنس با هم همدیگه صحبت بکنیم. اینهریتنس اگر بزنید دیکشنری میشه به ارث بردن، به ارث و میراث بردن. ما یک کلاسی داریم اینجا، کلاس 1. خب یک کلاس دیگه دو داریم که خالیه. ببینید من تو کلاس 1 یه متدی دارم، فاصله میدم، یه متدی دارم به نام پرینت. پرینت برای من یه چیزی رو پرینت میکنه به اسم کلاس 1 برفصل، خب، و این رو سیو میکنم. شما میخواید کلاس دیگه درست بکنید، خب، که همین توش باشه، منطق به جای کلاس 1 بزنه کلاس 2. من میام چیکار بکنم؟ میام اینجا یه متد دیگه درست بکنم، همین رو کپی بکنم، خب اینجا کپی بکنم و بعد اینو اینجا پیست بکنم. حالا با همین متد فرق نمونه، اصلا میتونه متد 1 باشه، این میتونه متد 2 باشه، این میتونه متد 1 باشه، فرق نمیکنه، که شما قاطی نکنید که این اورلود نشده با این. رئیس شما برفرض برمیگرده به شما میگه عزیز یه کاری بکن، بیا به جای این کلاس 1 اینجا بزن کلاس 2. شما چیکار باید بکنید؟ مثلا برفرض ما اینجا حالا 2 تا داریم، راحت کارش میتونید بیاید اینجا اینم بزنید 2. ولی اگر ما 15 تا 16 تا اصلا 17 تا اصلا خیلی کلاس داشته باشیم که تنها این کلاس نیستش که میخواید عوض بکنید، یه کار رو میخواید انجام بدید، روش چیکار باید بکنید؟ باید بیاید اینو کپی بکنید یا دونه دونه برید عوض بکنید و این رو خیلی طول میکشه، به درد نمیخوره، اون برنامه نویسی به هیچ دردی نمیخوره. کاری که ما اینجا میتونیم بکنیم اینه که اینهریت کنیم. از اینهریت یعنی چی؟ یعنی این کلاس 2 کلاس 1 رو شامل بشه. چطوری؟ با اینجوری، به این میگن اینهریتنس. پابلیک کلاس، کلاس 2 اینهریت کنه. چجوری؟ با این کلمه extends کلاس 1. میبینید با extends کلاس 1 یعنی هر چیزی که این کلاس 1 داره رو، این هم میذاریم اسمش رو پرینت، هر چیزی که این کلاس 1 داره رو برای من چیکار بکن؟ اینهریت کن برای من، بیارش اینجا. حالا برفرض من اگر این اینجا کلاس 2 یا کلاس 1 رو با هم دیگه اینجا صدا بکنم، برفرض من بزنم اینو ببینم اگه این استاتیکه درست، مثلا من بزنم کلاس 1 آبجکت 1 ایکوز نیو کلاس 1 اینو ببندم و بعد چیکار بکنم؟ یه دونه واسه کلاس 2 هم بسازم. خب آبجکت 2 بذارم اسمش رو، اینم بذارم 2 و اینم بذارم 2. خب الان مگر این رو پرینت بکنم، اولی رو دومی رو، خب چی میشه؟ الان اگه ران بکنم هیچ اتفاقی نمیفته، بخاطر اینکه ما اینو هنوز صدا نکردیم. من اگه بیام اینا رو صدا بکنم، کلاس 1 و کلاس 2 رو سیستم اوت پرینت لاین بکنم، مثلا سیستم اوت پرینت لاین نمیذارم، مثلا آبجکت 1 آبجکت رو با اوی بزرگ و بعد همین رو کپی بکنم، بیام پایین بزنم آبجکت 2. آبجکت 2 توش چیزی نیست، ببینید آبجکت 1 توش یه چیزی نوشتیم مثلا به اسم سلام، به جای کلاس سلام نوشت. الان من اگه بیام پرینت بکنم میاد اینجا چیکار میکنه؟ آبجکت 1 رو پرینت میکنه. آبجکت 1 چیه؟ کلاس 1. آبجکت 2 رو پرینت میکنه. آبجکت 2 چیه؟ توش هیچ چی نیست، ولی کلاس 2 کلاس 1 رو به ارث برده، هر چیزی که توش نوشته. بعد الان من اگه به ارث برده، هر چیزی الان من اگه اینو ران میکنم بعد دو تا سلام به من بده. ببین کلاس 1 یه همچین چیزی رو نوشت، کلاس 2 هم یه همچین چیزی رو نوشت. خب اینا مهم نیست، اینا کدایی هستش که اینهریت شده ازش. کاری که ما اینجا میکنیم اینه که آبجکت 1 دات رو میزنیم و بعد یا میتونیم مثلا یه کاری دیگه بکنیم، اینا رو همه رو پاک بکنیم، بزنیم کلاس 1 دات پرینت، درست؟ کلاس 2 بدون اینکه ازش آبجکت بزنیم، کلاس 2 دات، ببینید کلاس 2 رو که میزنم پرینت داره، ولی ما کلاس 2 رو نگاه بکنیم هیچی توش نداریم. برای چی؟ برای اینکه این کلاس 1 رو به ارث برده و توش هرچی متد این بود به ارث برده توش داره، به خاطر همونه وقتی دات میزنم پرینت رو داره. اگر من اینو ران بکنم دوتا سلام باید به من بده و همین راحتی. خب
حالا overriding چی؟ overriding اینه که شما همین متد رو print رو بردارید، خب اینجا بیاید تعریفش بکنید تو کلاس دو، خب و بعد به جای سلام مثلا بنویسید درود. خب الان من اگه ران بکنم یه سلام می‌نویسه یه درود، به خاطر اینکه این به ارث برده، ولی ما اینو از کلاس یک رو به ارث برده، ولی ما این درود رو نوشتیم و این رو تغییر دادیم، بهش میگن overriding، یعنی روش نوشتیم، یعنی روی این متد نوشتیم اینجا print رو. و خب من اگر این رو بردارم به جای کلاس دو، کنترل رو بگیرم، آی رو بزنم اینجا، ببینیم آپشن اوورراید داره، میبینید اوورراید داره، اوورراید میزنم، میگم برای من برفرض چی اوورراید بکن. حالا این چیزایی هستش که خودش داده، ولی من میخواستم پرینت رو اوورراید بکنم که اینجا بهم نمیده. همون روشی که من به شما گفتم میتونید اوورراید بکنید، مهم نیستش. خب من حالا اینا رو میبندم، یه مثال چیز بهتون نشون میدم که بیش بهتر متوجه بشید. میخوام پرونده inherits رو ببندم که شما قشنگ بفهمید. این تو کلاس رو دلیت میکنم چون لازم نداریم. میام یه اپ استور من درست کردم، این رو هم میبندم، خب سیف میکنیم و میبندم، هیچ اینجا نیست، خب این هم میبندم. یه اپ استور من اینجا درست کردم واسه یه دانشگاه، درست برفرض من میام این یه جوری میگم بهتون یه دونه من اپ استور دارم اینجا، خب که اینجوریه. خب به من چی گفته بودن؟ وقتی که این ران میشه، من این رو مثلا برفرض ران میکنم، میگه پرایسش مثلا استودنت رو نشون بده. بذارید من مین متد این رو بردارم، یعنی بذارم و این رو الان من ران میکنم. خب برنامه که ما ساختیم این بوده، البته کانکت نیستیم الان به MySQL، برنامه که ساختیم ما کانکت بشم اینو نشون میده که صفحه لوگینه. ران رو بزنم اینجا، پرایس یعنی به دیتابیس کانکت، این پرایس ها رو نشون میده که پرایس های مثلا آدم های معمولی هن. به من گفتن که یه اپ استور دیگه بساز، یه فروشگاه دیگه بساز که قیمت هایی رو نشون بده که دانش آموزا میخوان بخرن. دانش آموزا چقدر بهشون تخفیف بده؟ مثلا 25%. یه دونه دیگه هم درست بکن برای آکادمیکا. خب چیکار بکن آکادمیکا رو؟ آکادمیکا قیمت ها رو تغییر بده ولی 10%. من چیکار کردم؟ اومدم یه اپ استوری که دارم و اینجا رو اینجوری رو میبینید این بالا کلاسی که اینجا ساختم واسش اپ استور، وقتی که میرم روی آکادمیک اپ استور یا میرم روی استودنت اپ استور، این بالا داریم استودنت اپ استور اکستند کرده چیو؟ اپ استور رو، یعنی اینه این کلاس رو که اینجاست. خب هر چی داره رو گرفته آورده. حالا اپ استور رو نگاه کنید چقدر کد داره. من 601 کد واسش درست کردم، 601 لاین یعنی خط. حالا استودنت اپ استور چند لاین خط داره؟ 37 تا. این کار من آسون کرده یا نکرده؟ البته که آسون کرده. و اینجا نشن اینهریتنس ساب کلاس. اپ استور گرفتم اکستندز کردم، یعنی از اون گرفتم آوردم اینجا اوورایدش کردم. اوورراید چجوری کردمش؟ شو اپ رو نوشتم. شو اپ چیه؟ شو اپ متدیه که اینجا بود، همین روش یه بار دیگه من نوشتم. چجوری نوشتم؟ آوردم اینجا استرینگا رو تعریف کردم، منتها به جای کاست اینجا گذاشتم آکادمیک کاست و اینجا چی بود؟ فقط اپ کاست بود. اینجا گذاشتم آکادمیک کاست و توی استودنت هم گذاشتم استودنت کاست، به همین راحتی. پس این درد به خیلی به درد شما میخوره که بتونید یه چیزی رو اینهریت کنید. چی کار میکنه؟ این تمام اون چیزهایی که شما داشتید رو ور میداره، به ارث میبره و تغییراتی رو میتونید روش ایجاد بکنید با اوورراید کردن. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید. هر چقدرم که این ویدیو طولانی شد، فقط میخواستم به شما فهمونده باشم که چجوری میتونید از اینهریتنس یا میراث‌پری تو جاوا استفاده بکنید که خیلی برنامه قوی هستش.